حدود یک ماه پس از وقوع جنایت احکام اولیه پرونده صادر شده است. صدور حکم اعدام برای 7 نفر از معترضان در ایران. روایت های تکان دهنده معترضان ایرانی که زخمی شدند، از کمین نیروهای امنیتی در مراکز درمانی تا مداوا در خانه های امن. و یلدا علی مجری تلویزیونی افغانستان در مجموعه صدزن بی بی سی از مشکلاتش در حکومت طالبان میگوید. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. برنامه این هفته ما بیشتر اختصاص دارد به گزارش های از مجموعه صدزن الهام بخش بی بی سی. اما نخست اعتراضات در ایران. هفته گذشته ایران شاهد نخستین اعدام مرتبط به اعتراضات 3 ماه گذشته بود. صدور احکام اعدام ادامه دارد و 5 متهم به افساد فی الارض در پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج به اعدام محکوم شدند. حمید قره‌حسنلو پزشک رادیولوژیست و همسرش فرزانه قره‌حسنلو از محکومان این دادرسی پرشائبه و شتاب زده هستند. مریم افشنگ گزارش می دهد. اگر هم مجرمی رو میخواید مجازات کنید، باید در چارچوب عدالت 5 حکم اعدام برای دادگاهی که تنها در 3 روز برگزار شد. 15 نفر در این دادگاه متهم به افساد فی الارض بودند به دلیل کشتن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان. دکتر حمید قره‌حسنلو یکی از متهمان پرونده، یکی از کسانی است که به اعدام محکوم شده. فرزانه قره‌حسنلو همسرش و یکی دیگر از متهمان به 25 سال زندان در اهواز در شرایطی که با هیچ کس معاشرت و ملاقات نداشته باشد. احکام اولیه پرونده صادر شده است. با رعایت جامع موازین شرعی و قانونی و در نظر داشتن بازدارندگی بر اساس احکام صادره برای 5 نفر از متهمان که اقدامات مؤثر و اصلی آنها از قبیل ایراد جهل به شهید به اعدام و 11 متهم دیگر از جمله اون 3 جوان کمتر از 18 سال به حبس‌های طویل مدت محکوم شدند. دکتر حمید قره‌حسنلو رادیولوژیست و همسرش فرزانه قره‌حسنلو در مراسم 40 حدیث نجفی شرکت کرده بودند. در مسیر برگشت در ترافیک و شلوغی گیر می‌کنند، تلاش می‌کنند مسیر را عوض کنند، ولی در نهایت و با ازدحام جمعیت به یک فرعی می‌رسند که در آنجا یک بسیجی به گفته مقامات جمهوری اسلامی به قتل رسیده بود. آقای دکتر در همون روز بعد از روبرو شدن با حادثه این بسیجی با یک روحانی که مجروح بوده و در حال مرگ بوده مواجه میشن که این آقای روحانی به نام اسماعیل یاسری در اون روز جونش رو آقای دکتر قره‌حسنلو نجات میده و خوشبختانه این انسان زنده میمونه و بعد از اون حاضر بوده که در جریان دادگاه ها و از اینکه این آقای دکتر جان ایشون رو نجات بدن بتونه شهادت بده، ولی متاسفانه حکومت و در عین حال مسئولین دادگاه انقلاب کرج این رو نادیده گرفته و این اجازه رو بهش ندادن. نیروهای امنیتی همان شب با حمله به خانه زن و شوهر در مقابل چشم دختر 13 ساله با ضرب و شتم هر دو را بازداشت می کنند. در دوران بازداشت هر دو مورد شکنجه قرار می گیرند. به قدری با باتوم بر سر فرزانه قره‌حسنلو می کوبند که در نهایت علیه شوهرش اعتراف می کند که شاید او هم لگدی به فرد بسیجی زده باشد. حرفی که بعداً تکذیب می کند و می گوید زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده. این عکس هایی است که حکایت از آسیب شدید به ریه سمت چپ دکتر حسن قره‌حسنلو دارد. از جمله شکستگی دنده های سمت چپ 7 و 8 هر کدام از 2 نقطه و 9 همراه با جابجایی. اینها به مدت 10 روز این حمید عزیز رو از
مکانی به مکان دیگه می بردن برای بازجویی ها، شکنجه پشت شکنجه، آزار و اذیت، ضرب و شتم پشت سر هم به جایی میرسه که ایشون در چند مرحله به بیمارستان کارش کشیده میشه. یک سری گروه های لباس شخصی میریزن داخل بیمارستان و با شرایطی که بسیار نامناسب بوده ایشون رو مجدد برای بازجویی میبرن به مکان نامعلومی که در اونجا باز حال دکتر بد میشه و مجدد مجبور میشن ایشون رو به یک بیمارستان دیگه ببرن و در اون بیمارستان ایشون باز دو مرتبه در ICU بستری میشه و مورد عملهای متعددی قرار میگیره. امروز عمل توراکوسکوپی برای دکتر قره‌حسنلو انجام شد که لخته‌های ریه را برداشتند. هنوز شرایط جسمی او مناسب برای برداشتن ریه سمت چپ نیست. اومدم برگردم بیام برم، یه نفر دستم از پشت گرفت. روند دادگاه، سرعت برگزاری و سخنان سخنگوی قوه قضاییه که دلیل تعجیل در صدور این احکام را بازدارندگی توصیف کرده، نشان می‌دهد که روند قانونی در آن طی نشده. حبس بالای 5 سال برای نوجوانان ممنوع است و 3 نفر زیر 18 سال به گفته سخنگوی قوه قضاییه به زندان‌های طولانی محکوم شدند. متهمان 1 بار پشت تریبون رفتند و تنها 2 سوال از آنها شده. متهمان دسترسی به وکیل انتخابی نداشتند و وکلای تسخیری هم دفاعی از موکلان انجام نداده و تنها خواستار رأفت اسلامی شدند. همه و همه نشان از آن دارد که گویی قاضی پرونده اصراری بر روشن شدن حقیقت و برقراری عدالت ندارد. مریم افشنگ، BBC. صدها معترضی که در اعتراضات هفته‌های اخیر در ایران زخمی شده بودند یا در شفاخانه‌ها به دست نیروهای حکومت افتادند یا از ترس دستگیری به مراکز درمانی مراجعه نکردند. منابع هم به BBC گفتند برخی از مسئولان زندان‌ها از انتقال زخمی‌ها به شفاخانه‌ها جلوگیری کردند. در چنین شرایطی بسیاری از زخمی‌ها به دنبال درمان در خانه‌های امن هستند. یک دامپزشک که به زخمی‌ها کمک کرده از ایران فرار کرده و به کردستان عراق رفته است. گزارش ژیار گل از روایت چند تن از این افراد را ببینیم. محتوای این گزارش ممکن است برای برخی از بینندگان ناراحت کننده باشد. دیدن این تصاویر منو به اون لحظه تغییر داد. اونجا بودم. اونو تجربه کردم. اما که دعوای آزادی منده که بریار منده چیم بخو پیشندن. او بریارش منده که بخو منده. اگر لو را گاید جن من بخود کین. اما او را گاید ادامه دادین. پیمان گلابی فارغ التحصیل رشته دامپزشکی است. بسیاری که پزشک نبودند از دانش و تجربهشان برای کمک به معترضان زخمی شده در خیابان‌ها استفاده کردند. وقتی با چشم خودم دیدم خیلی ها با اسلحه شکاری و ساچمه‌ای مجروح میشن و کسی نیست به اونا کمک کنه، تصمیم گرفتم از تجربه کمی که از پزشکی برای کمک به معترضان داشتم استفاده کنم. به همراه خودم همیشه یک کوله پشتی پر از کمک‌های اولیه هم می‌کردم. از باند پانسمان تا سرم همه چی داشتم. مهر ماه امسال پیمان به معترضان علیه حکومت در شهر کردنشین مهاباد در استان آذربایجان غربی پیوست. مهاباد در آن روزها شاهد یکی از شدیدترین تظاهرات علیه حکومت بود. جیان آزادی. این خیابانی است که پیمان معترضان زخمی شده را مداوا می‌کرد. دارو و وسایل پانسمان مخفیانه بین شهرها رد و بدل می‌شدند. بسیاری از معترضان زخمی شده از ترس بازداشت به بیمارستان نمی‌روند. کسانی همچون پیمان در خیابان یا خانه‌های امن آنان را مداوا می‌کنند. در روزهای اول از تفنگ ساچمه‌ای و گاز اشکاور استفاده می‌کردند. بعد تو شهرهای کردستان از گلوله‌های جنگی، کلاشینکوف، تک‌تیراندازا و حتی دوشکا علیه مردم استفاده کردند. اما پیمان خود زخمی می‌شود. پیمان معجزه آسا نجات پیدا می‌کند. بیشتر از 200 ساچمه به من خورد. حدود 4 یا 5 مأمور ریختن سرم. منو به شدت کتک زدن. به طرف خود رو زمین کشوندنم. لباسامو از تنم پاره کردن و در آوردن. حس کردم بیهوش شدم. به کما رفتم. ولی بعد شنیدم که یکی گفت مرده.
کشتیمش. ببریدش به سردخونه. رفتن به بیمارستان برای او خطرناک است. با کمک دوستانش از راه قاچاق با قاطر از مناطق صعب العبور کوهستان‌های کردستان عبور می‌کند. با زخم‌های باز خود را به کردستان عراق می‌رساند. منطقه مرزی خیلی خطرناک بود و پر از نیروهای اطلاعات و سپاه بود. یه مسیر کوتاهی رو با قاطر طی کردم. راه سختی بود. بقیه راه حدود 5 کیلومتر رو پیاده رفتم. در بسیاری از شهرها نیروهای سپاه و ماموران اطلاعاتی در داخل و اطراف بیمارستان‌ها کمین کردند. بسیاری از معترضان زخمی شده از تخت اورژانس ربوده شدند و سر از زندان‌ها درآوردند. منابعی در داخل زندان‌های ایران به ما گفتند تعداد زیادی از معترضان زخمی شده در اتاق‌های کوچک در زندان‌ها نگهداری می‌شوند. یک پزشک در زندان فشافویه در نزدیکی تهران به ما گفته بعضی از این زندانیان زخمی شده نیاز دارند در بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان بستری باشند، اما مقام‌های زندان از اعزام آنها برای مداوا به بیمارستان خودداری می‌کنند. این تصاویر چند روز پیش یک دوربین مدار بسته در انزلی است. ماموران موتور سوار به جای استفاده از آمبولانس برای انتقال یک مجروح به بیمارستان او را بازداشت و با موتور با خود میبرند. این ویدیو هم از داخل یکی از بازداشتگاه های موقت به بیرون درز کرده. در این ویدیو گفته می شود اینجا تهران است. بی بی سی نمی تواند مکان آن را تایید کند، اما دیده می شود که بازداشتیان زخمی شده مجبور شدند در کف اتاق دراز بکشند و شنیده می شود که مأموران به زنان بازداشت شده توهین می کنند. دیدم که وقت ساچمار خوردن و به شدت هم درد داشت. وقتی برگشتم نگاهشون کردم دیدم اون آدمایی که دارن شلیک میکنن میخندن اصل دستشونه. 5-6 نفر بسیجی لباس شخصی دارن میدونن سمت من که زخمی شدم منو دستگیر کنن و بعد من فرار کردم. مسعود علیپور یکی از معترضان تهرانی است که در منطقه پرند زخمی میشود. او هم همچون پیمان به جای مراجعه به بیمارستان برای مداوای زخمهایش قاچاق از مناطق مرزی عبور می کند و خود را به کردستان عراق می رساند. دستور ابلاغ شده که هر کسی توی تظاهرات زخمی بوده و اتفاقی براش افتاده در واقع به محض ورود به بیمارستان بازداشت میشه و به بازداشتگاه میره. حتی اجازه نمیدن بهش عکس ایکس‌ری بگیره. اگه بخوان ایکس‌ری بگیره وارد بیمارستان نظامی میشه. در کردستان عراق امکانات پزشکی و بیمارستانی مناسبی برای مداوای زخم‌های پیمان وجود ندارد. ساچمه‌های زیادی در بدن او به جا مانده‌اند. تعدادی از این ساچمه‌ها در نزدیکی ریه‌های او و نقاط حساس دیگر بدنش هستند. هر وقت میخوابم کابوس میبینم که مامورا دوباره منو گرفتن و روی زمین میکشن. با چشای خودم دیدم توی یه کوچه باریک بسیجیا به 6 تا معترض شلیک کردن. 3 نفر جلوی چشامون کشته شدن. ما حتی نتونستیم جنازه اونا رو از چنگ مامورا در بیاریم. پیمان دامپزشکی که به معترضان زخمی شده کمک میکرد حال خود هم از زخم‌های فیزیکی و روانی رنج میبرد. او گرچه ایران را ترک کرده است، اما خشونت و تجربه تلخ آن طرف مرز اینجا هم او را رها نکردند. ژیورگل، بی بی سی. و حالا مجموعه گزارش‌های صدزن امسال در بی بی سی. همزمان با آغاز مجموعه برنامه‌های صدزن بی بی سی، نقش زنان معترض ایرانی در تداوم اعتراض‌ها مورد توجه ویژه بی بی سی قرار گرفته. در میان صدزن تاثیرگذار این برنامه نام 10 زن ایرانی دیده می‌شود. گزارش از فرنوش امیرشاهی در مورد برنامه ویژه بی بی سی برای زنان مبارز ایرانی را می‌بینیم.
زنانی را تشویق می‌کنند که مشکلات آنها را از پا ننداخته. کسانی که با تلاش‌هایشان الهام بخش دیگر زنان دنیا بودند. دیشب مراسم 10 سالگی مجموعه برنامه‌های 100 زن بی بی سی محلی برای صحبت از همین زنان بود. فرصتی برای مرور راه طی شده و نگاهی به مسیر طولانی که همچنان باقی است. امسال زنهای ایرانی سهم زیادی در برنامه‌های ویژه زنان داشتند. از جمله در این نشست راجع به مبارزه آنها در دستیابی به حقوقشان. همینطور در فهرست امسال 100 زن تاثیرگذار دنیا نام 9 زن ایرانی دیده می شود. از الناز رکابی، صخره‌نوردی که حجاب به سر نکرد، تا نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست. او بیش از 5 سال است که در زندان است. به جز آنها، 2 نماد از مبارزه های زنان معترض ایران هم در این فهرست گذاشته شده. اول یک عکس، بخشی از ویدیوی کوتاه از فیلم دختری که موهایش را پشت سرش جمع می کرد. کارش از نشانه های شجاعت معترضان شد. دیگری بریدنی بخشی از موها. اقدامی که نشانی سوگواری است، اما به نماد اعتراضی مقتدرانه تبدیل و جهانی شد. پرچمداری زنها در اعتراضهای 12 هفته گذشته چنان مبتکرانه و مؤثر بود که در مراسم سالن باربیکن لندن تکیه بیشتر مهمانان بر همین موضوع بود. میگن حرکتی که زنها پرچمدارش هستن بیشتر موفق خواهد بود، به خاطر اینکه حس همدلی مردم جهان بیشتر خواهد بود نسبت به این حرکت. این همدلی در ابتدا در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بود. اما هرچه جلوتر رفت، زنان با ایده های اعتراضی تازه شکل دیگری به این روند دادند. مطالبات از مخالفت با حجاب اجباری به تغییر نظام سوق پیدا کرد. خیلی ها چشم به این دارند که ادامه این روند چه خواهد شد. بحث اینه که کیفیت قضیه قدرت جمعی رو افزایش میده و قدرت تغییر رو ایجاد میکنه. وقتی که یه دختر کرد توی تهران کشته میشه، صدا از کردستان در میاد، بعد میره آذربایجان، میره بلوچستان و بعد تک تک تمام این صداهای حاشیه بلند میشن و سعی میکنن که در حمایت از همدیگه قرار بگیرن، این یعنی کیفیت این انقلاب. و این کیفیت به نظر من به همون شکل ادامه پیدا بکنه، نماد خودش رو پیدا میکنه، نمادهای مختلف، رهبرهای مختلف، حتی نمیتونم بگم ارگانایزرهای، سازمان دهنده های مختلف توی خودش حرکت ایجاد میکنه. زنانی که پیش قدم اعتراض ها در ایران شدند، حالا الهام بخش دیگر زنانی کیلومترها دورتر از ایرانند. نتیجه نبرد آنها برای پس گرفتن حقوقی که از شهروندان ایرانی دریغ شده، هرچه باشد، آنها را به عنوان گروهی پیشرو و صدشکن به نمادی در تاریخ مبارزات زنان تبدیل کرده. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. در افغانستان، کشوری که به گفته سازمان ملل متحد بدترین کشور برای زنان است، خیابان از مهمترین مکانهای مبارزه زنان با محدودیت‌های طالبان بوده. پس از حاکمیت دوباره طالبان حدود 1 سال قبل، شماری از زنان بلافاصله و در همان ماه نخست با شعار عدالت و آزادی به خیابان آمدند و اعتراض کردند. اعتراضی که برای شماری از معترضین هزینه نسبتاً سنگینی داشت. علی حسینی در این زمینه گزارش می‌دهد. طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار میکنیم. این نخستین واکنش یک زن درباره خبر ورود طالبان به کابل بود که به صورت گسترده ای همان روز نشر شد. 24 اسد مرداد 1400. از دید طالبان، ترس و نگرانی اولین رئیس زن افغان فیلم بیهوده بود و لازم نبود نگران باشد.
اما اتفاقات یک سال گذشته نشان داد که بخش عمده‌ای از زنان با محدودیت‌های گسترده‌ای روبرو شدند و حق داشتن بترسند و نگران باشند. محدودیت‌هایی که خود طالبان هم نمی‌توانند آن را انکار کنند. حکومت طالبان درست روزی که قرار بود دختران کلاس 6 به بالا به مکتب بروند مانع آنها شدند. وقتی دیروز خبر شنیدم خیلی خوشایند بود برام، به خدا اشک ریختم. اما امروز خیلی جگر خود شدم. بسیاری از زنان از رفتن به ادارات دولتی به جز در زمینه آموزش و صحت بهداشت منع شدند. طالبان از مسئولان پارک های تفریحی در کابل خواستند که به زنان اجازه ورود ندهند. نحوه پوشیدن لباس زنان را تعیین کردند و محدودیت های جدی دیگر. در مقابل عده‌ای از زنان به خیابان آمدند. در همان ابتدای حکومتداری طالبان ماه نخست، نان، کار و آزادی و حق ادامه آموزش از خواستهای اصلیشان بوده. در شماری از موارد طالبان برخورد نسبتاً تندی با معترضان داشتند. تیراندازی هوایی کردند تا معترضین را پراکنده کنند و برخی از آنها را لت و کوب کردند. به خانه شماری از معترضین رفتند و آنها را زندانی کردند. با وجود چنین برخوردهایی اعتراض شماری از زنان و دختران چند بار دیگر تکرار شد. اکنون با تمام این مبارزات و با تمام این چالش هایی که برای ما در افغانستان وضع شده و تجاوز هایی که صورت میگیره، ازدواج های اجباری که صورت میگیره و یا هم گروگانگیری هایی که آنها میتوانند با استفاده از این روند سیاست خودشان را پایدار نگه دارند و یا هم به نوعی برای خودشان سرمایه گذاری بکنند، ما با موفقیت بزرگی به دست آوردیم که هنوز طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد و آنها نتانستند حتی در یک سال و چند حکومت رسمی خودشان را اعلان بکنند. در خارج از افغانستان هم عده‌ای از زنان در شهرهای متفاوت در اعتراض به نقض حقوق زنان به خیابان آمدند، در مبارزه‌ای که به نظر می‌رسد تقریباً تنها هستند. با وجود تلاش‌های گسترده زنان در این مدت اما هیچ تأثیر چندانی روی رفتار و تصمیم‌های حکومت طالبان دیدن نشده و در مواردی محدودیت‌ها بیشتر هم شده. این برنامه تلویزیونی طلوع با حضور زنان و دختران دیگر بعید است تکرار شود، اما محتوای این آهنگ برای زنان بسیاری تکرار شده. از چی بخوانم من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم. علی حسینی، بی بی سی. سخنت شد که زهر است بکامم. یکی از چهره هایی که امسال در مجموعه صد زن بی بی سی فارسی درباره تاثیر بازگشت طالبان در افغانستان بر زندگی خود گفت، گوینده شناخته شده برنامه های تلویزیونی است. یلدا علی سعی کرد در افغانستان بماند و مطابق خواسته طالبان در رسانه ها فعالیت کند، ولی سرانجام ناچار به فرار شد. حالا یلدا علی در اسلام آباد پاکستان است و در مورد زندگی خود چنین می گوید. اگر از 3 سال پیش یاد کنم، از او خوشی که داشتم، از او لبخندی که داشتم، از او امیدی که داشتم برای شروع کردن به کار رسانه‌ای، که خب یک فرصتی بود که توسط یکی از دوستایم برام پیدا شد، برام گفت میخوای در رسانه کار کنی؟ باورم نمیشد این سوال از من پرسیده میشه، چون خوبی خواسته دل من بود، آرزویم بود، یک هدف بود، اما نمیدونستم چه قسمی به این هدفم برسم. وقتی یک نفری سوال ازت میکنه و برات میگه من میتونم تو رو کمک کنم به این هدفت برسی، خب مطمئنم قبولش میکنی، اما خب امتحانات خودش را داشت، تو باید از یک سری شرایطی که رسانه تعیین میکنه بتونی عبور کنی، بتونی موفق شوی، بتونی قبولیتشان را دریافت کنی، که خوشبختانه 3 سال قبل من تونستم این کار کنم. سلام، صحبتان بخیر و پر انرژی، امیدوار هستم خوب و سرحال باشین. و اما در حاشیه امروز،
بعد از آمدن امارت اسلامی اولین خانومی که رفت در برنامه‌های اجتماعی شروع به کار کرد دوباره در رسانه افغانستان مبودم و تنها دلیلی هم که رفتم برگشتم به رسانه به خاطر مردم بود، به خاطر خانومایی بود که فکر میکردن زنها دیگه هیچ جایگاهی در رسانه ندارن. من رفتم دوباره کارم را شروع کردم، ویدیویی از خودم نشر کردم هنگام آماده شدن و منتشرش کردم در صفحه اینستاگرامم، البته استوری کردم که نشان میدادم یک زن افغان، یک گرداننده افغان در یک رسانه با چه وضعیتی میره برای برنامه ثبت کردن. نه حق آزادی بیان داره، نه حق پوشش داره، نه حق انتخاب داره، ولی در عین حال تمام تلاش خودش رو برای این میکنه که باقی بمانه در رسانه. یادم میایه از استوری که مانده بودم اسکرین شات کرد امارت اسلامی و روانش کرد به دفتر ما و گفت به یلدا علی بگو عاجلی پست خودش را یا استوری خودش را پاک کنه. خب رو من پاک کردم، اما قبل از اینکه من پاکش کنم منتشر شده بود در بسیاری از رسانه‌ها. از نوعیت پوشش ما عکس گرفته میشد و روان میشد به دفتر و میگفت که به یلدا بگوین که متوجه حرف زدنش باشه، متوجه پوششش باشه و به حد کافی یلدا تحت فشار روانی قرار گرفت. اما بازم خواستم تحمل کنم، بازم خواستم ادامه بدم. اما از یک جایی به بعد یادم هست در دفتر منیجر ما با من صحبت کرد و برام گفت که یلدا استخبارات امارت اسلامی دنبالت است. سلام، صبحتان بخیر و پر انرژی، امیدوار هستم خوب و سرحال باشین. و اما در حاشیه امروز، بیشترین ترس من این بود که اگر من به عنوان یک زن به دست امارت اسلامی بیفتم شاید کاری را همراهی مکنن که من به خاطر مرگم پیششان التماس کنم. سلام دوستای عزیزم، من بالاخره رسیدم به جایی که خواستم. اگر در رابطه با وضعیت فعلیم بخوایم صحبت کنم، مثل آدمی هستم که فکر کنین از دست حیوانا فرار میکنه اما به طرف یک دشت برگشتن نمیتونه، چون پشت سرش حیوانات درندهی منتظر هستن که دوباره برگرده تو را بدرن. پیش رفته نمیتونه چون یک دشتی هست که هیچ چیز را دیده نمیتونه، نمیفهمی انتهایش به کجا میرسه. در همین تک موقعیت هستم، نمیفهمم این راهی که پیش میرم، آیندهی که منتظرم هست چی هست. اما امیدوار هستم، اما نهایت تلاشم را میکنم که اگر از این دشتی که فعلا پیش روی من قرار گرفته، از این ناامیدی که فعلا پیش روی من قرار گرفته، اگر سرفراز بیرون شدم، تانستم خودم را بکشم، دوباره برگردم به موقعیت رسانه‌ای خودم، دوباره برگردم به جایگاهی که میخوایم، دوباره برگردم روی صحنه تا دوباره صدای مردم و مخصوصا صدای زنان باشم. رسیدیم به پایان این برنامه. هر هفته همین ساعت می توانید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترس هست. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.